چرا که الان شما خودتون در فرانسه در برحال موقع که دانشجو بودی دوره های مهمی از تاریخ دانشجویی هم بود، چقدر از امثال کامو میشه گفت تأثیر میگرفتن دانشجو اون موقع از جو روشن فکری که در فرانسه بود؟ در واقع میشه گفت یه بخش از جنبش علاقه داشتن به کامو، منتها خب روشن فکر امبلماتیک، روشن فکری که برای همه چیز بود، خب سارتر مثلا در اون دوران، آندره مارو هم یکم بزرگتر روشن فکر فرانسه بود، ولی چون اون دوران دیگه وزیر بود، وزیر فرهنگ بود، وزیر دوگل بود و در نتیجه من خودم حتی قلبا از دوران دبیرستان ماردار رو میشناختم، کتاباش خونده بودم، برام خیلی عجیب بود دیگه تو اون جنبش دفعه خودمون آندره مارو رو مقابل خودمون بیدیم تو خیابون شانزلیزه اومد با گلیستا و یعنی خب وزیر فرهنگ. کامو یک از خصوصیاتش تنها بودنشه، انسان بسیار تنهایی بود، با جریانات محفل و محفل بازی و اینا اصلا هیچ میانه ای نداشت و به همین شاید یکی از دلایل به اصطلاح محبوبیت امروز کامو، البته دلایل دیگه هم داره که بعد صحبت میکنیم، امروز کامو خود این تنهایی خاص کامو بود. تو اون دوران روشنفکر، یعنی توی هیچ جریان روشنفکری به اون مفهوم تو گروه های معروف روشنفکری جای نمی گرفت کامو. یه وجدان روشنفکری هر دوتا دارن که این وجدان روشنفکری طبیعتاً یه جایی نزدیک میکنه این دوتا رو. از جنبه دیگه هم خب هر دوتا نویسنده های بسیار زبردست و هر کسی در حوزه کاری خودش بسیار برجسته زمان خودشون بودن و هنوز هم هست، ولی چیزای زیادی این دوتا رو از هم جدا میکنه. اولا آلبر کامو مطلقا خودش رو فیلسوف نمیدونه، با اینکه فلسفه خونده مطلقا خودش رو فیلسوف نمیدونه و اصولا بحثش این چیزش هست که خودش رو نمیخواد جز اون بخشایی از روشنفکران بزرگ اروپا بگذاره که یه فکری رو طرح بکنه، که میخواد اثر بگذاره، چیزی رو به اصطلاح یه بسته آماده شده فکری برای عمل در دست کسی بذاره. مطلقا کامونتور نیست. اگر در یه به صورت خیلی دو واژه پرسش و پاسخ رو اگر بگیریم در مورد کامو و سارت، هرچند یه مدار تقلیلیه، میشه باید گفتش که کامو سوال تر میکنه، سارت به سوالا جواب میده. دقیقا این تفاوت شد و از جنبه باید یکی از دلایلی که اون موقع کامو یه مقدار دور از این محفل ها بود و نمیجوشید این بود که کامو با هیچ نوع تفکر سیستماتیک که مثلا به خصوص اون دوره این ایدئولوژی های توتالیته تمامیت خواه مطلقا همخوانی نداشت، در صورتی که سارت با اینکه جدا شده بود از حزب کمونیست نبود طرفدار شوروی، منتها اونطوری که کامو اعلام میکرد و جدا میکرد خودش رو از این ماجرا سارت نمیکرد. اتفاقا خودش هم میگه، سارت هم تعجب میکنه چرا به منم میگن در واقع منو گذاشتن که منو سارت به عنوان اگزیست نبود، کامو جز جریان اگزیستانسیالیستی عصر کامو عصریست که فلسفه های به اصطلاح جبرگرا دترمینیسم که جهان امروز رو معین میکنن، جهان فردا رو هم معین میکنن، تمام خطوطش هم ترسیم میکنن و برای این جهان خیالی آینده هم از آدم ها در واقع فداکاری میخوان و خیلی از روشنفکران و فیلسوفان اون دوره مجذوب این فکر بودن و تنها به فرانسه هم نبود، تنها ایران هم نبود، مجموعه یه حرکت جهانی بود. کامو جزء کسانی است که مطلقا این رو قبول نداره و یکی از چیزایی که همیشه آزار میداد این روشنفکرها را در برابر کامو و موضع میگرفتن مقابل کامو همین نگاهش بود
و امروز هم به یه معنا می شود گفتش که اونهایی که یتیم موندن از این تفکر به اصطلاح دترمینیستی و مغلوب این حرکت تاریخ شدن و دیگه جایی که نرن، یک نوع حالا کینه هم اگر نگیم یک نوع دلخوری دارن نسبت به کامو. در نتیجه این مرافعه با کامو در اون موقع در زمان بودن کامو و در اون از خب خیلی شدید بود. امروز کماکان همون گرچه وضع وسیعه و به یه معنای یه جای ادامه بدیم، کامو جا نمی گرفت توی یک جریان ایدئولوژی که دسته سیاسی خاصی کامو جا نمی گرفت. به همین علت موقعی که شما یکی از چیزهایی که روشنفکرها رو میتونه نگه داره و اینها رو به اصطلاح فرانسوی لانسه بکنه، اینها رو مطرح بکنه در سطح جامعه، بودن اینها در سازمان، بودن اینها در کلوپ، در محافل روشنفکری و نزدیکیشون به جریانات مثلا مطبوعات و روزنامه و ایناست که اینا رو لانسهشون بکنه، اینا رو مطرح بکنه در سر جامعه. کامو اینا رو نداشت، گرچه خودش خب روزنامه‌نگار و برجسته بود. کامو اون چیزی که کامو رو نگرداشت تو این داستان این بود که بسیار نویسنده زبردستی بود، نویسنده بزرگی بود و بالاخره دومین کسیست که در اون سن جایزه نوبل ادبی رو گرفت. 44 سالگی جایزه نوبل ادبی رو گرفت. به همین علت یه جایگاهی برای کامو درست کرد این مقام نویسندگیش که تونست با اتکا به این مقام نویسندگیش و جایگاهی که داشت، البته جستارهای فلسفیش و اینا هم هست، مقابله بکنه با این جریان و خودشو نگه داره و الا نمیتونست. به نظر من همونطور که سارتش اشاره میکنه، این جنبه اخلاق بودن کامو خیلی مهمه و شاید یکی از دلایل بی‌اعتقادیش و تنفرش حتی از اینکه زندگی انسان‌ها رو مایه دست ایدئولوژی‌هایی بشه که معلوم نیست چرا، از همین نگاه اخلاقیشه. کامو یه جمله داره، یعنی دو جمله داره، میگه که من به خدا اعتقاد ندارم اما آتئی نیستم. بعد میگه من به زندگی جاودانه اعتقاد ندارم اما به امر مقدس اعتقاد دارم. یعنی یک بعد غیر قابل انکار مذهبی در کامو هست به نظر من، منتها نه مذهب همین مذهبی که ماها میشناسیم، یه نوع میستیسیسمه، یه نوع عرفانیه. ایراد کامو به مذهب‌های شناخته شده و بزرگ همون ایرادیست که به همه ایدئولوژی دیگه میگیره، به توتالیتاریسم میگیره، به ایدئولوژی دیگه میگیره. یعنی میگه شما نمیتونید زندگی امروز انسان‌ها رو برای یه آینده بعد، برای یه زندگی بعد از این زندگی تلف بکنی، زندگی که اصلا معلوم نیست وجود داشته باشه یا نداشته باشه، برای یه رستگاری که اصلا معلوم نیست باشد یا نباشد. در نتیجه حتی این بحث معرفم در مورد کامو معروفه که بعد از دیدن تابلوهای پیرو دلا فرانچسکا، چهرهای مسیحی کشیده بود، بسیار به اصطلاح مجذوب مسیح شده بود. همیشه مسیح بود، ولی مسیح نه مثلا مسیح و مادرش رو در واقع چه مسیح رو در مادرش میدید، یه مسیحی که با یه نوع متافیزیک هست توی زندگی کامو. منتها این متافیزیک با متافیزیک مذهبی دینهای رسمی خیلی فرق. یعنی این جنبه عرفانی کامو و این در واقع باعث میشه که کامو یک از دلایل مهمی که در واقع مقابل آزادی ستیزا نیسته به هر نوعش هست.
این جنبه مسیح، مسیح به عنوان خود مسیح، نه مسیحیت، برای کامو خیلی مهمه. منتها جالبه که کامو تمام پیچیدگی کامو در این هست که از یک طرف آدم مطلقاً لایقه، مطلقاً خردگراست و جمهوری خواست و جمهوری خواهی که به مفهوم مدرسه، چون تو سیستم فرانسه زندگی کرده و در جمهوری خواهی فرانسه و لایسیته فرانسه مدرسه جای مهمی داره، بسیار به این مسئله وامدار میداره خودش رو، ولی از طرف دیگه یک نوع نگاه مذهب خاص خودش هم داره، یه امر مقدس براش هست یه جایی. من بگم این به همین علت کامو رو یه مدار پیچیده میکنه. عصری که کامو توش زندگی میکرد میشه گفت به مراتب سیاه‌تر از عصری بود که ما امروز توش زندگی میکنیم، و خودش هم زندگی تراژدیکی داشته، اون بیماری صعب العلاجی که بهش دوچار میشه، بی پدریش و اون زندگیش با فقر، ولی در نهایت تو آثار کامو یه جلوه‌ای از امید میبینیم که شاید بشه گفت در نگاه اول با اون فلسفه بیهودگی هم که کامو بهش یه جوری معتقده شاید جور در نیاد. این امید از کجا نشأت میگیره؟ ببین اون بیهودگی، یعنی اون ابسورد کامو بیهودگی نیست که ما هم متوجه بشیم، یه چیز دیگه است در حقیقت. ابسورد میبینه خیلی چیزها رو، غیر قابل درک میبینه. من میگم یه دلیلش اعتقادی که کامو، علاقه که کامو به انسان داره در مقام انسان خیلی براش مهمه، و جالبه که آخر تا اون روی این، در واقع روی این ایده بسیار مطمئن تموم میشه که در انسان‌ها چیزهایی برای دوست داشتن بسیار بیشتر از چیزهایی برای تحقیر کردن و نفرت داشتن. Le monde, la douleur, la terre, la mer, les hommes, le désert, l'honneur, la misère, l'été, la mer. در واقع جهان یا دنیا، درد، زمین، مادر، انسان ها، بیابان یا صحرا، چون این واژه دزر در اروپا مثلا واژه فرانسه هم به بیابان میگن هم به کبیر بردازن میگن دزر، لونور شرافت، فقر، تابستان و دریا. در واقع این یک ده بخش یک آواز عمیق یک انسان است که به پایان نرسید زندگی، یعنی اون چیزش به پایان نرسید. Is the jungle in your pocket? Was the jungle in your head? Why did summer go so quickly? Was that something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints on the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? It's just hanging in a hallway on a fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves are turning to the color of your hair.